دوستان گرانقدر به بخش اول درس روزی 27 برنامه کویک بوکس خوش آمدید امروز ما شما روی یک مسئله جدید که به نام ادوانس پیمنت تو وندر سیات می شود صحبت می کنیم اگر ما شما یک مقدار پول را برای وندرهای خود به شکل پیشکی پرداخت میکنیم، می کنیم اینمی پول را به نام ادوانس پیمنت تو وندر سیات می کنیم اگه ما شما در مقابل او پول د آینده چیزی را میخریم از وندرهای خود یا چیزی را نمیخریم یا پول را دوباره به شکل نقد برست میاریم او مسئله جدا پس اگر ما شما به وندرهای خود پول را به شکل پیشکی پرداخت کنیم چه قسم ما میتونیم او را در برنامه کویک بوکس پروسس کنیم پیش از که ما شما عملی روی از او کار کنیم میم در قسمت د بخش وندرا مو دو قسم وندر دریم وندرایس کی کرنسی از افغانیس و وندرایس کی کرنسی از 달러يستا مو گوفته بودیم کی بیلنس های کی روبری هر وندر اس اگر مثبت باشه یعنی مثلا 1000 2000 3000 4000 ای به معنی است کی اینمی پول کی اس بالای ما شما پیبل اس کی باید به با وندر خود پی کونیم و اگر ای بیلنس منفی باشه مثلی اینمی بیلنس وری ای به این است که اینمی پول که هست بالای وندر ما شما پیبل باید بری ما شما پی کنه ای که ما پولی نقد کار داریم میاد مقابل از جنس میگیریم و گب جداس خوب به وندرهای ما شما پیبل است باید بری ما پی کنه و در دو حالت اینمی بلنس که منفی میشه حالت اولیش اینمی است که ما شما به وندرهای خود ادوانس پیمنت بکنم ما شما به شکلی ادوانس پیمنت 2000 20000 به وندر خود برای زی که ضرورت داره پول پرداخت میکنیم و حالت دومی شینمیستا که اگر ما بالای وندر خود از سال قبلی یک مقدار پول را قرض داریم و اونمو پول را که وقتی که در سال نو ما میرسانیم به حیث اوپنینگ بیلنس اونمو هم در اینجا به شکل منفی برای ما نشان میده یعنی پولی است که باید ما شما رسیف کنیم و وندر برای ما پی کنه در این مثال ما شما روی موضوع ادوانس پیمنت که خود ما برای وندر پرداخت میکنیم صحبت میکنیم خب به طور مثال اینمی وندر ما که به نام کریم خان است آمد برای ما گفت که بیادر ما یک بیست هزار افغانی یا ده هزار افغانی نیاز دارم برای ما به شکل پیشکی بتی با باز بعدا ما شما صحبت میکنیم ما چی میکنیم میایم در منوی بینکینگ برازی یک چک دادم که برو بیادر در کابل بانک یا دا زی بانک ما پول داریم از امو اکاونت ما اینا کپول بیگی ای. آمدم در چک در چک که آمدم اول اکاونت را انتخاب که از او تو رای چک میکنی چک از کدام اکاونت نوشته میکنیم؟ میگم میکنی؟ چک نوشته میکنم از کابل بانک افغانی اکاونت وکه اکاونټ انتخاب کوم د مقابل شوم بلانس شوم نشومه تک فعلاً چې قبول دی وجود دره اې چې کی رائټ میکنی بکی رائټ میکنی میګم با کریم خان رائټ میکنم یو چیز متوجي یاشین بلانس کی کرنسی کی شما با وندر انتخاب کړئ با currency بینک account ایتون باید اکسون باشه مثلا ده اینجاست که شما ببینین واحد پولی اینمی بینک اکاونت مو شما افغانیس و کرنسی که ما شما به وندر انتخاب کردیم هم افغانیس ایتون نمیشه که او افغانی باشه ای دلاری باشه ای, ای دلاری باشه او افغانی باشه او خسم ترانزیکشن پروسس نمیشه اگه پروسس نشه باز داینده دا بسیار با مشکلات ما شما رو برو میشیم خب چکی که رایت میکنی از چه قدر پول رایت میکنی میگم از 10 هزار افغانی چکی رایت میکنم این می افغانی را که ما شما نوشته کردیم به تکست اینجا برای ما نشان میده ده 10,000 افغانی است ده اینجا ادرس این می ویندر که ما شما چیزی را ده نوشته نکده بودیم این وندر را ما کویک آرد کردیم به او خطر چیزی ده اینجا روی میمو و کلاس ما شما صحبت نمی کنیم این ما شما چندین دفعه صحبت کردیم کلاس برشی چی انتخاب نمی کنیم ده اینجا وقتی که شما پول را با یک کس پرداخت میکنین این دا اکسپنس ما چه میشه اضافه میشه ده حقیقت برمو شما یک مصرف هستم به مو خاطر د بخش ایکسپنس کیس اٹومیټیکلی پول چمیشا ارت میشره انجه 10000 افغانی ایکسپنس شو ده انجه ارت شو دې قسمت باید مو شما اکاونت پیبل انتخاب کنو وو اکاونت پیبل کی کرنسی یوز افغانی باشه نه الدولاری مو میندېني قسمت روی انمي بٹن کلک میکم وخت کی وره کلک کونی چاټ اف اکاونټ صبرې موباس میکنه میرم د قسمت بالاګه شما ببینی مو د قسم اکاونټ پیبل داريم یک اکاونټ پیبل افغانیستان یک پی اکاونټ پیبل ډالریس چیرې د دوه د قسمت میه وخت کی ما شما د برنامه کویک بوکس وندر جوړ میکنیم اګه سه قسم وندر جوړ کنیم و بارسه قسمې ځکه چې جدا جدا انتخاب کرنسی, 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 کرنسی انتخاب کو نم بلې مو ارسي زو کرنسی کې استې جواب مثلا یو اکاونټ پیبل به هم کرنسی مو مې یو اکاونټ پیبل به هم کرنسی ډالري مې یو اکاونټ پیبل به هم کرنسی انډین روپیه مې اگر یو دنا مثلا وينډر دوستا وشم او و وينډر ما افغاني باشه دا انځه فقټ یو اکاونټ پیبل مې و هم افغاني پس مو شما چه مې کوم ایج اکاونټ پیبل افغاني رانتخاب کړې ای موضوع مستقیم رات میګیرا با اکاونټ پیبل چون وينډر مې اصلاً ما چیز دیل کی بین ما و وندر صورت میگیره یی مربوطی اکاونټ پی بلا مشه ما پشتر گفتیم اگر پول مثبت باشه به با این معنی کی ما اکاونټ پی ولستیم به وندر خود اماونت بر به وندر خود باید پی کنیم اگر پول منفی باشه دا بالنس روبروی وندرا ای به این معنی است کی وندار میموباید اینمی بر ما پی کنه او اکاونټ پی ولست بر شما باره زو چی میکنن د میمو می چیک memo ya comment na nwishta mikarum nwishta kadam ki advance e ip, pul chi transactione kemo record mikanim advance payment to vendor wa da qausam nom vendor nwishta mikanim Karim Khan barazu faqat save, save and close click mikam waqte ki nakadam, nakadam, save and close click karam ba khatir ze ki mo shoma in class intikhab nakadam yak payam bar imamita ki to class intikhab nakadam migam save ani wi khairas save kora بیا ته کیسیف کلیک کړئ شما ببینین د هیستوري اینمي وندر ما منفيدا 10000 افغاني اضافه شتوی په یي معنی داست کی اینمي وندر بر ما شما علي پيبل شت بعد 10000 افغاني را امروزه یا دغه روز 1 سال بات باید بر ما پي کنم بر ما شما رسيويبل اس په وندر ما شما پيبل استه او د هیستوري ترانزیکشن ایز یيک ترانزیکشن ایز اضافه شت کی ټایپ ایز یو چک استه او تاریخ شینميسته و اکانتی که او بالنگ است هم. یعنی چک کی داده شده از کدام اکاونت است کابل بانک افغانی اکاونت واس چقدر پول است از 10000 افغانی و این چک کی را که ما رایت کردیم از کدام تاریخ است تاریخ 22 است بعد از او اگر ما در مقابل اینمی 10000 افغانی داینده دا, دا چیزی را خریداری میکنیم ام میشه و یا پول را به شکل نقد پس این نفر برای ما ام میشه که ما شما او را در برنامه کویک بوکس پروسس کنیم ما چی میکنیم به این مثال آل میم ای را به شکلی فرض مثال دو روز بعد ای وندر ما پس برای ما زنگ زد که محمد اسلام بسیار زیاد تشکر بیاد که برای ما قرض داده بودی و اون پولی که برای ما قرض داده بودی پس برتون میخوایم که بر پس تاویل کنم شما به این پولتان بگیرین و یا پول برای ما در یک اکاونت ما روان کده خب وقتی که پول برای ما میته باید ما شما چی کنیم یک دفعه انتربل کنیم بل زور در برنامه کویک بوکس برسانیم و بعد از باید ما شما پیبل کنیم ایمی بلایی که برای ما پی شده ای را باید در برنامه کویک بوکس چی کنیم پروسیس کنیم ما اگه با دیگه کس پیکدیم یا کس برای ما ویندر برای ما پیکده ای باید چی کنیم در برنامه کویک بوکس پروسیس کنیم خب میاییم اول د انتربل د انتربل که آمدم ما میگم یک انتربل میکنیم انتربل بکی میکنی با کریم خان خب کریم خان برای ما چی کرد ده هزار افغانی دوباره داد. ای پول را که داد به کدام تاریخ ایج تاریخش انتخاب میکن میگم به تاریخ 23 بریم 24 بریم پول داد و ببخشین انتربل که میکنم ای انتربل که میکنم از کدام تاریخ انتربل میکنم میگم اینمی تاریخ است انتربل میکنم و بل دو دیت ای پول ای نمی پول ای نمی پولی که ما دی نمی بل ذکر کردیم باید با کدام تاریخ برای ما بوده پول وقت برای ما داده یا ای سبا می دیگه سبا می باید انتخاب کنیم ما چی می کردم این دفعه چی می کنیم بلش انتر می کنیم و بعدا که از پولش رسیو می کنیم یا اگر پولش رسیف کرده باشم انت تاریخ انتر بل و بل دو دیت که از باید اکسان باشیم ما اردویش اکسان انتخاب کردم 24 انتخاب کردیم اینجا. به تاریخ انتربل کردم چون پول برای ما به مو تاریخ که ما انتربل میکردم پول داده بود بل دو دیتم برش مو تاریخ انتخاب کردم کلاس برش انتخاب نمیکنم باز میایم در بخش اکسپنس چون بازی موضوع مربوط اکسپنس میشه اگر تو اینمی پول را پس اگر ما و شما ای پول را در مقابل پول کدام اه سرویس برای ما وندر را انجام دادن او را میتونیم مشخص کنیم اگر این پول را به شکل نقد به او را میتونیم پروسس کنیم در این مثال ما میگیم که ایده هزار افغانی را اینمی وندر ما که بنامی کریم خان است برای ما پرداخت کرد این پول که پرداخت شد در کدام اکاونت رفت میگم در اکاونتی کی که بنامی کیش افغانی اکاونت است پیش کشیر ما که بنامی احمد است د افغانی اکاونت است را ما روان کنیم برای سو دادیم در اینجا در نوشته میکنیم که کش ریسیفد فرام کریم خان دیگه که چیز اضافه میکنیم اضافه که که اضافه نمیکنیم نیاز نیست بعد از او فقط روی سیف انکلوز نوشت کلیک میکنیم وقتی که روی سیف انکلوز کلیک کردی باز بخاطر کلاس پرسان میکنه سیف انیوی میگیم شما ببینین اگر ما و شما آلی بیایم در لیست روی چارت اف اکاونتس کلیک کنم دی قسمت اگر شما بین ما د کابل بانک 13 افغانی داشتیم که 10000ش ما پرداخت کردیم به وندر ما به شکل ادوانس چقدر میمانه؟ 3 افغانی میمانه د کیش اکاونت ما پول صفر بود آلی ده افغانی است چرا بخاطر از که اونمو وندر ما پس دوباره برای ما پول پرداخت و او پول آمد ده کجا؟ د کیش اکاونت ما شما آمد ان حال وقتی که ای کار صورت گرفت به این معنی که شما انتربل کردین موضوع پیبلش مانده هر وقت که انتربل کردین باید داخل پیبل شوه تا که پیبل نکنین حساب خودت و انو تان که است در برنامه کوید بوکس پاک نمیشه پیش شما پاک شده تو او قرضار ما بود، وندر ما قرضار ما بود، پس د ازادات قضایی حساب خلاص شد. باید د کویک بوکس هم این موضوع کلیار شود وقت د کویک بوکس تا وقتی کلیر نمیشه که تو پیبل نکنی ما میم روی پیبلز کلیک میکنیم وقتی که روی پیبلز کلیک کردم ببینین برای ما میگه که اکاونت پیبلای کی به شکل افغانی بالای ما شما مانده چقدر است ده هزار افغانی او از کی مانده از کریم خان متوجه هستین میگه تو از کریم خان ده هزار افغانی قرضدار هستی چرا به خاطر ازی که به شکل کش بعد پول داده او رو تو روان کردی در کش اکاونت دید. پیش احمد خان خب ای این اینمی وندر از ما و شما سابق قرضدار بود اون مثلا ده اینجا برای ما نشان وقتی که ما روی وندر کلیک کنیم وندر پیش شما شاید سوال بیا که بیادر خوی خو از ما قرضدار بود ایجا چرا؟ سعی برای بری ما میگه چل نمبر آف کریدس یا توتل کریت آویلیبل برای ما میگه, میگه سعی این نفر از خودت هم ده از قرضدار بوده سابق با شکل ادوانس سپیش پول گرفته بود مگم آل تو از پیش قرض دارست اگر ای را با ای تبادله میکنی گپ خلاص است اگر تبادله نمیکنی این پول دا؟ از کدا اکانت میخوای ای را پرداخت کنی از کیش اکانت اگر تو ای را پرداخت کنی در کیش اکانت بیلنس صفر میشه چون ده هزار افغانی است ده افغانی که تو از امی کیش اکانت در کیش اکانت پیش ما شما چقدر پول است ده افغانی نه این سال که ده افغانی اگر ما ای را از کیش اکانت پرداخت کنیم در کیش اکانت پول صفر میشه و این نفر ده افغانی دیگه هم قرضار میمانه ما میگم نه ما میخوام که اینمی پولی که ما قرضار است مزیب ریسیف کردم این پول را برای برای ما که است خاطر یک ادوانس که قبلا سر ازو مانده بود بخاطر ازو برای ما داده و او ادوانس که است اینمی سهی را میخوام در تبادله کنم پس چی میکنم میام روی سیت کریدیتز کلیک میکنم وقتی که روی سیت کریدیتز که کلیک کری اتوماتیکلی در بخش کریدیتس برای ما نشان میده که تو بالا این امی نفر از امی تاریخ که ده هزار افغانی به شکل کریدیت داشتی کریدیت تمام چقدر است 10000 افغانی و چقدر میخوای از استفاده کنی 10000 افغانی استفاده میکنی 5000 شی استفاده میکنی چقدر استفاده میکنی میگم نه 10000 مکمل استفاده میکنی وقتی که دان کلیک کنی اینالی است پس 10000 میشن به خاطر از 10000 میشه که 10000 افغانی رو که پرداخت میکنی در مقابل این حال امان تو پی پول باید ما برازی پرداخت کنیم سفر آمد پیشتر ده هزار افغانی بود چرا این کردت که ما شما سرزو داشتیم بلنس که ما سرزو وندر خود داشتیم او رو تبادله نکده بودیم آلی برای ما میگه سلکو تو بالای یک وندرد که است به نام کریم خان که است کریم خان که است بالای تو ده هزار افغانی قرض داشت سعیستا دسکاونت میسکاونت ایچ استفاده نشده دی و کردت سیوز تو در مقابل اینمی ده هزار افغانی که سر تو دو, دو پیمنت بود چې کریډیټ را استفاده کردی د هزار افغانی با مخاطر تو عالی اماونت که تو باید پی کونی صفر راستا د هزار افغانی ازو گرفته بودی و د هزار افغانی از پیش سابق قرضار بود به شکل ادوانس پیمین پول پرداخت کرده بودی پس حساب شما برابر است هیچ پول از ام اکاونټ ما شما چی کم نمیشه بعد از ما چی میکنم پی سلیکت بیل وقتی که پی سلیکت بیل کلیک کردی بعد از دان کلیک شما بیاین ده اینجا هم نه پول زیاد کم شده البته کم شوه چې نومو ده زر کې مو قرضار بود ای قرضار ما بود او کم شوهه اگر ما بيام د مينوي لست روی چارټ اف اکاونس کلیک کوم دا انځ شمه وینم د کیش اکاونټ مو نومو ده زر راست او 3000 افغاني دی کېстам د کابل بانک افغاني اکاونټ مو شمه دا حقیقت 10000 13000 افغاني د کابل بانک و چې 10000 افغاني شمه دا وینډر خود قرض زده مډوانس و بارزو وینډر مې پاس 10000 برې ما پرد وخت حساب مو شمه چې څه برابر است بیا درې ای بو د یک مثال مسئله دیگه قسمی است که اگر ما و شما پول را به شکل ادوانس میتیم و او پول را در مقابل از که هست ما یک چیز از وندر خود خریداری میکنیم این چه قسم پروسس میشه در ریکارد بعدی ما و شما روی از صحبت میکنیم